خب رفقای عزیزم سلام، خیلی مخلصیم. در این ویدیو میخوام آموزش یکی از بهترین، محکمترین و در عین حال ساده ترین گره های ماهیگیری رو بهتون آموزش بدم. همینطور که گفتم گره یونی بسیار گره ساده ایه که در عین حال یکی از قوی ترین، محکم ترین و قابل اعتماد ترین گره هایی هستش که در حال حاضر در جلسات ماهیگیری من خودم ازش استفاده میکنم و نزد ماهیگیرهای ورزشی گره بسیار قابل اعتمادیه و جایگاه ویژه‌ای داره. من در این ویدیو بهتون آموزش میدم که چطوری با نخ منوفلامنت و نخ برید بتونیم گره یونی رو ایجاد کنیم. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب رفقای عزیزم، همینطور که گفتم تو این ویدیو میخوام گره یونی رو بهتون آموزش بدم. ابتدا با نخ برید این کار رو میکنیم. ابتدا نخ رو از درون سوراخ قلاب رد میکنم، به مقدار لازم میکشمش بر روی نخ اصلیم جوری که قشنگ موازی روی هم قرار بگیرن. این قسمت که به چشمی قلاب نخ وصل شده رو با دستم کیپش میکنم، انتهای نخ رو بر میدارم و از قسمت پایین نخ یه لوپ یعنی یه حلقه ایجاد میکنم و باید دقت داشته باشم که حلقه ایجاد میکنم به شکل عدد 6 انگلیسی باشه و با توجه به ضخامت نخم به مقدار لازم نخ رو به درون حلقه میتابونم تا بر روی دوتا نخ اصلیم تابیده بشه. در نخهای زخیم 3 تا 5 دور کافیه ولی در نخهای نازکتر این مقدار میتونه به 6 تا 8 دور هم برسه. حالا با توجه به نازک بودن نخم من 5 دور نخم رو رد میکنم و در قسمت بعد انتهای نخم رو میکشم تا گره حالت خودش رو بگیره. در این قسمت قبل از اینکه گرم رو کیپ کنم اول مرتوبش میکنم و بعد نخ اصلیم رو میکشم تا گره کیپ شه به این حالت. بعد از کشیده شدن و محکم شدن نخ اضافه نخ رو میچینم و بدین ترتیب یک گره یونی محکم و بسیار ساده ایجاد کردم. حالا همین کار رو من با نخ مونوفیلامنت انجام میدم. از اونجا که نخهای مونوفیلامنت نخهایی هستن که مموری بیشتری دارن، یعنی حافظه بیشتری دارن، یه خورده کار با اونا سختره. ابتدا باز هم به همون ترتیب نخ رو از سوراخ پشت قلاب ردش میکنم و به مقدار لازم عبورش میدم و موازیش میکنم بر روی نخ اصلیم. این قسمت که وصل به چشمی سوراخ قلاب قسمت رو محکم میگیرم، دوباره همون حلقه رو ایجاد میکنم، همون حلقه ای که حالت عدد شماره 6 انگلیسی رو گرفته و با توجه به ضخامت نخم به مقدار لازم ردش میکنم. با توجه به کلوفتی نخم 3-4 دور کافیه. ابتدا انتهای نخ رو میکشم تا گره حالت خودش رو بگیره. در این قسمت باید بکشم و کیپش کنم ولی قبل از کشیدن و کیپ کردن مقداری این قسمتی که گره اصلیم در واقع میخواد ایجاد بشه رو مرطوب میکنم تا هم گرم به درستی بشینه هم نخم آسیب نبینه و میکشمش کیپش میکنم تا گره یونی ایجاد بشه. اضافه نخ رو میبرم و پایان کار.
خب رفقا جان، همینطور که دیدید به راحتی ما تونستیم یک گره یونی ایجاد کنیم، در این حال که گره راحتی بسیار گره محکم و قابل اعتمادیه. خیلی مخلصیم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر لذت بردید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و شما بهم بگید که توی جلسات ماهیگیریتون از چه گره استفاده میکنید. خیلی مخلصیم.